واشنگتن تایمز امروز گزارش داد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اکنون چنین می‌پندارند که ایران هرگز به آن صورت که در ارزیابی اطلاعاتی جنجال برانگیز سال 2007 آمریکا گفته شده کار روی برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود را متوقف نکرده است. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد اکنون این نکته در کانون اختلافات میان تحلیلگران قرار گرفته است که آیا رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور تولید تمام عیار سلاح‌های هسته‌ای را صادر کرده است یا به زودی صادر خواهد کرد. انتظار می‌رود اتفاق نظر تازه‌ای که به وجود بیاید مهمترین بخش ارزیابی اطلاعاتی ملی طبقه بندی شده ای باشد که در حال تکمیل است و جایگزین ارزیابی انتشار یافته در سال 2007 می‌شود. در ارزیابی اطلاعات ملی سال 2007 که توسط 16 سازمان تشکیل دهنده جامعه اطلاعاتی آمریکا به وجود آمده بود گفته شده بود اطمینان معقولی وجود دارد که کار مخفیانه ایران روی بمب هسته‌ای در سال 2003 متوقف شده است. در ارزیابی‌های اطلاعاتی همه کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و اسرائیل آمده است که کار ایران روی طرح سلاح‌ها در مقیاسی کوچکتر ادامه یافته است. شمار زیادی از نیروهای نظامی آمریکایی امروز یک هفته بعد از زمین‌لرزه ویرانگری که تخمین زده می‌شود که مرگ 200,000 نفر انجامیده باشد در محوطه کاخ ریاست جمهوری ویران شده هیتی فرود آمدند. به گزارش رویتر سربازان آمریکایی آب، غذا و تجهیزات را پیاده کردند و ظاهراً یک پایگاه نظامی در آن کاخ برپا کردند. بیش از 11,000 پرسنل نظامی آمریکایی در خاک هیتی، کشتی‌های کنار ساحل یا در راه آن کشور هستند. ارتش آمریکا همچنین پس از آنکه تجمع در فرودگاه پورتوپرانس موجب تأخیر در ارسال اقلام امدادی شد، تخلیه هوایی غذا و آب را آغاز کردند. در این میان شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه موافقت کرد که تعداد نیروها و پلیس سازمان ملل متحد و هیتی را از تعداد حدود 9,000 نفر که پیش از این بود 3,500 نفر افزایش دهد.